شاید این تغییر نبودیم به این دلیل که اساسا با دعوت‌های دیپلماتیک و با این بیانیه صادر کردن ها نمیتونیم شاهد تغییری باشیم. مراد طه‌عباس وزیر خارجه گفت اینا امیدوارن که ایشون آزاد بشه در نتیجه ادامه تلاش دیپلماتیک، اما عملا دیدیم در سالهای گذشته اون چه که رخ داده ادامه شعارهای سیاسی از طرف دولت‌هایی بوده که شهروندان تابعیتی تابعیت اونا رو دارن و از طرف دیگر در این طرف مقابل ادامه سیاست سرکوب از سوی جمهوری اسلامی ایران. به این ترتیب نباید انتظار داشت با آرزوی آزادی و با ادعای فعال دیپلماتیک یک شهروندی که بازداشت اساساً نتیجه یک دعوای سیاسی بین دو کشور هست، بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر، به نوع اینها گروگانهای سیاسی هستند برای اینکه یا اموالی از جمهوری اسلامی ایران در اون کشورها آزاد بشه یا در مواردی کسانی که به جرایم روشن بازداشت شدن آزاد بشن یا معاملهی با ایران سر بگیره. تا اینها، تا دولتهای غربی، اینجا بریتانیا، امریکا یا هر کشور دیگری که شهروند در این زندانی داره، تا عملا از همه ابزارهاش برای فشار بر ایران از جمله قطع رابطه استفاده نکنه، از ابزارهای سیاسی در مجامع استفاده نکنه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم کسی مثل مراد طه‌عباس که یکی از قربانیان اینجور در واقع فشار هست زندان آزاد بشه.